سلام. از دانشگاه مجازی ویند یا ویند ورچوال یونیورسیتی خدمت شما دانشجویان عزیز رسیدم با یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ تمدن. امیدوارم که در این برنامه بتونم اطلاعات مفید فایده‌ای رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم. به فهرست برنامه ما تاریخ. شاید بتونیم این حسی رو که الان ما نسبت به نیاکان و اجداد از دست رفته خودمون داریم رو برگرفته از حس مردمان اولیه بدونیم، چرا که ترس از مردگان در این اجتماعات اولیه تا جایی پیش رفت که جای خودش رو به پرستش مردگان داد و خب در واقع میتونیم بگیم که بنیان نیاکان پرستی و اجداد پرستی رو در طول تاریخ بنیان نهاد. اما اکنون آقای ویلدورانت میگه که خوشبختانه یا متاسفانه نسل آینده زیاد روی خوشی رو به این گونه مسائل نشون نداده و خب همچین ارتباط قابل قبولی رو با این قضیه برقرار نکرده، ولی که در گذشته و در بین مردمان اولیه این افکار بنیادینی بوده که تقریبا میتونیم بگیم که چهارچوب اصلی تشکیل خانواده بوده و خب جزو مسائل بنیادینی بوده که در هر خانواده پیش میبنید. همونطور که اجبار رفته رفته تبدیل به تمایل نسبت به یک چیز میشه، ترس از یک چیز هم به مرور زمان جای خودش رو به محبت نسبت به اون چیز میده و خب دقیقا میتونیم مثال بارز شما در کتاب تاریخ تمدن آقای ویلدورانت ببینیم که ایشون اشاره کردن که اشکالی که از خدایان رفت میشده در بین ملل اولیه در افتداهن جز بسیار صورتهای کریه و زشتی داشتن، که خب این هم سرچشمه از همون ترسی بوده که انسان اولی نسبت به خدای خودش داشته، ولی کن این ترس و این احساس وحشتی که نسبت به خدایان خودش داشته رفته رفته جای خودش رو به محبت داده و خب تونسته خدایان رو دوست داشته باشه و اون صور کریهه هم که از خدایان خودش رد می کرده به مرور زمان تبدیل به چهره پدرانی مهربان شده که انسان تا اونا رو می بینه یک احساس آرامش خوبی رو در خودش پیدا میکنه. در زمانی که انسان اولیه دور تا دور خودش رو سرسار از ارواح میپنداش، خب در صدد بر اومد که رضایت این ارواح رو به قول معروف برآورده کنه، بدون اینکه دلیل این کار خودش رو هیچ موقع جویا بشه و بدون اینکه چرا میخواد که این کار رو انجام بده. و این حس انسان اولیه رفته رفته تا جایی پیش رفت که با محبت هم درآمیخت و خب به تدریج جادوگران و سوداگران و کسانی که خودشون رو در ارتباط با این ارواح میدونستن به عنوان رهبران دینی آقای ویلدورانت بهشون اشاره کرده و گفته که اونها یواش یواش جای مسائل رو باز کردن از توی تاریخ که رهبران دینی جزئی از گروه جادوگران باشه. نکته بعدی اینه که در زمان قدیم نقش پرستش آلت تناسلی رو هم در بین اقوام وحشی ما میتونیم ببینیم، چرا که مردم وحشی دلیل به وجود آمدن یک انسان رو همین آلات تناسلی میدونستن و خب به هیچ وجه از نقش چیزی به نام سلول جنسی آگاه نبودن. آقای ویلدورانت این نکته بسیار جالب رو در کتاب تاریخ تمدن بهش اشاره میکنه و اون اینه که این طرز فکر برخلاف آنچه که در بدو امر ما حس میکنیم در بین ملل پیشرفته تر و عالی تر وجود داشته و در بین مللی همچون مصر، هند، بابل، آشور، روم و یونان ما میتونیم این مسئله رو به خوبی ببینیم و در طول تاریخ اونها رو لمس کنیم. در آن دوران نقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه انسان اولیه قرار گرفته بود، که البته باید بگیم که نه به صورت قبیح این مسئله، بلکه این نقش رو در حاصل خیزی زمین و باروری زن بسیار مؤثر می دونستن. بعضی از حیوانات همچون گاو نر و مار به این جهت در طول تاریخ مورد پرستش قرار می گرفتن که تصور می شود که اونها یک نیروی استرارامیزی رو در تولید مثل دارن و یا حداقل ظاهر کار اینجوری بود که این حس رو از این حیوانات آدم اولیه می گرفتن. در داستان آدم و حوا مار علاقه جنسی رو به عنوان اصل تمام بدیهای بشر مطرح میکنه و خب آشکار میکنه که بیداری حس جنسی آغاز معرفت نیک و بد بوده و
خب در طول تاریخ هم شاید همین مسئله بوده که رابطه میان سادگی عقل و بخشندگی و کرم صاحب فردوس رو با این داستان به راحتی بشه نشون داد. خب به این دلیل بوده شاید که این داستان تبدیل به یک ضرب المثل جهان شمول شد. آقای ویلدوران در کتاب تاریخ تمدن خودش اشاره هم به آقای فروید داره و خب اینگونه بیان کرده این مسئله رو که فروید که وسعت تخیل بسیار بالایی داره در مورد توتم و توتم پرستی نظر خودش رو اینگونه بیان میکنه که توتم رمز تصور انسان نسبت به پدر خیشه و خب چرا که عقیده داره پسران این توتم در واقع از اون میترسن و این ترس هم به واسطه نیروی تسلطی که حس میکنن این توتم نسبت به اونها داره به همین جهت نسبت به او احساس شورش دارن و خب اون رو میکشن و میخورن. و خب یا آقای دورگم توتم رو رمز عشیره میدونه و خب اینگونه نظر خودش رو در کتاب تاریخ تمدن بیان کرده که به این علت مردمان اولیه توتم رو میخوردن که انسان تصور میکرد توتم مالک بیچون و چرای اون بوده و خب آدم وحشی با این کار در واقع خودش رو خالی میکرده و یک احساس آرامشی رو در خودش به وجود میبرده. به همچنین اعتقاد داره که حس دینی تماما در مقابل کسانی به وجود میاد که نسبت به انسان برتری دارن و انسان رو در اختیار میگیرن. امروزه ادیان و اجتماعات کم و بیش در حال کشمکش با هم دیگه هستن و خب شاید عامل به وجود اومدن این وضع هم مدنیتی باشه که ما اکنون دم از اون میزنیم. و خب آقای ویلدوران در کتاب تاریخ تمدن خودش در این بحث اینگونه به این فصل پرداخته که این مدنیت باعث شده که انسان بر سر دوراهی دین قرار بگیره. در طول تاریخ بارها مشاهده شده که فلسفه و ادبیات به مخالفت با دین پرداختن و خب این نزاع هم به جای رسیده که انسان شدیداً به عقل پرستی پرداخته و خب تمام اصول و عقاید رو با دیده شک می‌نگریسته و خب به تدریج اجتماعات و جوامع تبدیل به اجتماعاتی بدون دین و بدون افکار ایدئولوژیک شدن. خب تجربه های دینی هم همراه با این هرج و مرج به قول معروف از بین رفته و خب در پایان کار هم تجربه های دینی و اجتماع هر دو به صورت هماهنگ از بین رفتن و خب دیری نپاییده که در بین مردم فقیر یک جامعه اسطوره جدیدی به وجود اومده، آرزوهای انسان رو در قالب جدید قرار داده و خب یک به قول معروف تجربه دینی جدید هم به وجود اومده و این هرج و مرج و خب این آشوب طلبی که انسان خود باعث اون شده، آقای ویلدوران میگه که مدنیت تازه‌ای رو به وجود میارن و این دوره در طول تاریخ ادامه پیدا کرد.